همونطور که دیدید عنوان این ویدیو هست آخرین فرصت برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و تا چند دقیقه دیگه بهتون میگم که چرا این عنوان رو انتخاب کردم قبل از اینکه شروع کنیم باید بگم که من واقعا دوست دارم که همه کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدن موفق و پرسود باشن و مخصوصا کسانی که به تیم ما اعتماد کردن رو کانال کریپتو فارسی رو دنبال میکنن چرا که تمام این ویدیوها و تمام تلاش های من و دوستان و خوبم در این کانال برای اینه که بتونیم تا جایی که در توانمون هست علم و آگاهی مردم خوب فارسی زبان رو در مورد ارزهای دیجیتال بالا ببریم و کمک کنیم که تصمیمات بهتری رو برای سرمایه خودشون بگیرن هرچند که مطالب کانال ما جنبه آموزشی داره و توصیه به خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال نمی‌کنیم حالا اگه بخوام همه اینایی که گفتم خودمونیشو بگم ترجمهش میشه یعنی ما همه زورمون رو میزنیم که اطلاعات خوب بهتون بدیم که یه وقت این دوزار آبر و حیثیتمون پیش شما نره همونطور که احتمالا میدونید بیت کوین از اکتبر سال گذشته یعنی حدود یک سال قبل حرکت سعودی جدیدی آغاز کرده و از قیمت ده هزار دلار با رشد حدود 600 درصدی به اوج قیمت خودش رسیده و باعث شده که خیلی همون سودهای خوبی از این بازار ببریم با وجود رشد خوبی که تا الان کرده باز هم حداقل از لحاظ تئوری جای رشد بیشتری داره چرا که از لحاظ فاندامنتال و تکنیکال در یکی از حالتهای خوب خودش قرار داره اگه بخوایم از لحاظ فاندامنتال بررسی بکنیم میتونیم امکان ایجاد ETF بیت کوین رو یکی از محرک های بازار بدونیم هر چند که معاملات بیت کوین به صورت ETF بر روی قراردادهای فیوچرز ایجاد شده اما ETF بیت کوین برای قراردادهای اثبات به این معنیه که برای معاملات بیت کوین در بازار سهام حتما باید مقداری بیت کوین به عنوان پشتوانه این معاملات خریداری بشه که این میتونه فشار خرید زیادی رو برای بیت کوین ایجاد بکنه علاوه بر این تقریبا تمام بانک های آمریکا در حال تلاش و تکاپو برای ایجاد و ارائه خدمات مرتبط با بیت کوین به مشتریان خودشون هستن تا از این بازی جذاب عقب نمانند و مشتریهاشون رو از دست ندن البته این بچه زرنگ ها همون کسانی هستند که یه روز بیت کوین رو به حساب نمیوردند و دید مخربی نسبت به بیت کوین داشتن اما حالا حاضرن تا به متخصصان کریپتو تا 50 درصد حقوق بیشتری پرداخت بکنند تا زیر های لازم رو برای این خدمات فراهم بکنه شاید بهترین مثال برای اینکه اول نادیده میگیرند و بعد مسخرت میکنن و بعد باد میجنگند و در نهایت سر این فرود میارند مستاق بارز بیت کوین و بانک باشه علاوه بر اون استقبال شرکت ها و مردم از بازار ارزهای دیجیتال به صورت روزافزون در حال زیاد شدنه و این عاملیه که اجازه میده تا با خیال راحت تری به افزایش قیمت بیت کوین امیدوار باشیم این مورد رو شاید خودتون هم حس کرده باشید که هر روز یه دوست قدیمی یا یک فامیلتون ازتون در مورد نحوه ورود به بازار سوال میکنه اگه بخوایم تخصصی تر به بازار نگاه بکنیم حتی تحلیل درون زنجیری هم نشون دهنده شرایط خوب بیت کوینن مثل تعداد بیت کوین های موجود در داخل صرافی ها که به کمترین مقدار خودش طی چند وقت گذشته رسیده اما از منظر تکنیکال هم چارت بیت کوین شرایط خوبی داره و الگوها و اندیکاتورها روند روبه رو به رشد بیت کوین رو تایید میکنن به عنوان مثال میشه الگوی فنجون رو که یک الگوی سعودی قویه در چارت بیت کوین مشاهده کرد اون طرف ماجرا عوامل منفی و تاثیرگذار تا اینجا ای کار زیاد موفق به ضربه زدن به قیمت بیت کوین نشدن عواملی مثل تیپرینگ و یا قانون زیرساخت آمریکا و حتی قانونگذاری دیفای و استیبل کوین ها هم تا اینجا قدرت کافی برای قد علم کردن جلوی پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین رو نداشتن اما نباید از این نشته غافل بشیم که تمام بازارهای مالی فراز و نشیبهای زیادی دارند و هیچ وقت یک بازار تا ابد سعودی یا تا ابد نزولی باقی نمیمونه کسی میتونه توی این بازار موفق بشه که ترس و طمع رو در وجود خودش راه نده مسئولیت 100 درصد تصمیماتش رو بپذیره و حتما برای خودش یک استراتژی یا برنامه خروج از بازار داشته باشه که در چه زمانی یا در چه قیمتی تصمیم داره که سود خودش رو از بازار بگیره و یا با بالانس کردن دارایی خودش و استفاده کردن از تکنیک های مختلف مثل کاست اوریجینگ یا غیره پورتفوی خودش رو بالانس بکنه و ممکنه استراتژی خروج دو نفر از زمین تا زیر زمین با هم فرق داشته باشه اگه زرنگ باشین به خاطر این تیکه های یخ هم, که شده کانال رو لگ و یعنی مجبور میشم تا صبح براتون از این تیکه یخ بندازم بذارید یه مثال بزنم شاید براتون روشنتر بشه فرض کنید یک نفر سرمایه گذار بلند مدته و مثلا یه پسر چهار ساله داره این فرد کمی بیت کوین خریده و گذاشته ایشالله پسرش خواست داماد بشه بیت کوین ها رو بهش هدیه بده این فرد لازم نیست نگران قیمت بیت کوین بشه و مثل ما 24 ساعته سندروم چک کردن قیمت بیقرار داشته باشه اما در مقابل شخصی رو در نظر بگیرید که اومده تا در کوتاه مدت و میان مدت یه سودی از این بازار بگیره و بره که البته بیشتر افراد هم جزو همین دستن اگر شما هم جزو همین افراد هستید پس لازمه که برای خودتون برنامه داشته باشید اما تمام اینا رو گفتم تا برسیم به اینکه چرا من فکر میکنم این رنج قیمتی میتونه آخرین فرصت برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال باشه اولا این خیلی مهمه که بدونیم در دنیای مالی و مخصوصا دنیای کریپتوکارنسی که اعصاب درست حسابی هم نداره هیچ چیزی واقعا تضمین شده نیست و علی رغم تمام پیش بینی ها و نظرات کارشناسان بزرگی که توی عرصه دیجیتال هستند ممکنه همین فردا کاملا ورق برگرده و شرایط بازار عوض شه و واقعا هیچکس نمیدونه که دقیقا چه اتفاقی در هفته ها و ماه های پیش رو برای بازار ارز دیجیتال خواهد افتاد ما فقط میتونیم بر اساس اطلاعاتی که داریم سعی کنیم روند حرکت بازار رو تخمین بزنیم و با توجه به همه چیزهایی که گفتم و تحلیل صاحب نظران بازار به نظر میرسه که قیمت بیت کوین میتونه به بالای 100 هزار دلار هم برسه اما یکی از بنیادی ترین مطالب برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی موضوع ریسک به پاداش هر معامله است و باید همیشه در نظر داشته باشیم که آیا با قبول کردن ریسک ذاتی بازار ارزهای دیجیتال پاداش مناسبی هم دریافت می‌کنیم یا نه خرید بیت کوین در قیمت 10 تا 30 هزار دلار یک فرصت عالی بود خرید بیت کوین از قیمت 30 تا 60 هزار دلار به نظر میرسه که فرصت خوبی بوده اما خریدارانی که در قیمت احتمالی 70، 80 یا 90 هزار دلار وارد بازار ارزهای دیجیتال میشن باید ریسک به مراتب خیلی بیشتری رو قبول بکنن و به همین دلیله که من فکر میکنم خرید بیت کوین در رنج قیمتی حاضر باید نهایت ریسکی باشه که فرد سرمایه متحمل میشه و این فرصت میتونه آخرین فرصت مناسب برای خرید ارزهای دیجیتال باشه کاری که من خودم انجام میدم رو کمی توضیح میدم تا شاید کمی نحوه برنامه‌ریزی برای خروج از بازار براتون مشخص بشه و این رو هم بگم که شاید خیلی ها با نظر من مخالف باشن و من کاملا به نظرشون احترام میذارم این برنامه مخصوص به منه و هر کس باید طبق شخصیت و استراتژی معاملاتی خودش برنامه ریزی بکنه من یه مقدار ارز دیجیتال دارم که قرار نیست حداقل تا دو الی سه سال آینده اصلا بهشون دست بزنم و هیچ کاری بهشون ندارم اما مقداری ارز دیجیتال هم دارم که برای میان مدت خریدم و از اون مقدار برنامه دارم که اگر بیت کوین طبق پیش بینی ها پیش رفت و افزایش قیمت پیدا کرد در قیمت 85000 دلار 10 درصد و در قیمت 95000 دلار هم 10 درصد دیگر رو بفروشم من فکر می کنم احتمالاً 100000 دلار مقاومت روانی برای بازار ارز دیجیتال اما با فرض اینکه این, این مقاومت هم بعد از مدتی شکسته بشه به صورت پله‌ای شروع به فروش مابقی دارایی‌ها میکنم البته ممکنه بنا به شرایطی سعی کنم که مبلغ بیشتری رو در سقف قیمتی بفروشم تا در قیمت‌های پایینتر جایگزین کنم آیا ممکنه بیت کوین حتی تا 300000 دلار بره بله آیا منی ای که دارای هام رو به صورت پله فروختم باید افسوس بخورم؟ البته که نه. من بنا به وسع و توان خودم مثلا 700 800 درصد سود گرفتم و باید خوشحال باشم و هیچ طمعی هم برای گرفتن سود بیشتر ندارم. حالا اگه یکی پیدا شد و 1000 درصد سود گرفت چی؟ خب نوش جونش. مزد ریسکش رو گرفته. دلیل نمیشه که منم بخوام همه سودهای دنیا مال من باشه. و البته اینجاست که میگن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه با اینکه ارتباط این ضرب المثل با مثال من خیلی زیرپوستی بود اما منظور شاعر در اینجا اینه که کم سود کنی همیشه سود کنی خیلی بهتر از اینه که زیاد سود کنی اما بعدش به فنا بری و یادتون نره تا زمانی که دارایی هاتون رو به فروش نرسوندین در واقع سود یا ضرری نکردین و معمولا تغییر روند بازارهای سعودی و پربولیک خیلی سریعه و زمانی صورت میگیره که هیچکس حتی فکرش هم نمیکنه و در نهایت درسته که این مطالب در مورد بیت کوین بود اما از اونجایی که بیت کوین سلطان بازار ارزهای دیجیتاله آلت ها هم همیشه ازش پیروی میکنن و شما میتونید تا حدی برنامه مشابه برای آلت ها هم بچینید خب بهم به بگید که نظر شما چیه فکر میکنید که سقف قیمتی بیت کوین کجا میتونه باشه و برنامهتون برای خروج از بازار چیه شاید کسی نظرتون رو دید و استفاده کرد و دعای خیری هم به جون خودتون و پدرمادرتون مادرتون کرد خب اگه این ویدیو براتون جالب بود لطف میکنید که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون که فکر میکنید میتونه براشون مفید باشه در شبکه اجتماعی به اشتراک بذارید بلکه ما هم چهار تا سابسکرایبر کاسب شدیم ممنونم از اینکه تا اینجا با من همراه بودید تا ویدیوی بعدی خداحافظ